درس 43 از کتاب Essential Grammar in Use از انتشارات کمبریج. در این درس که خیلی ساده است و در طول این چندین درسی که با هم دیگه داشتیم از اول تا الان به طور مفصل این ویژگی auxiliary verb ها و modal verb ها رو با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم. این ویژگی نگاتیو کردن جملات مثل isn't, haven't, don't, etc. A. We use not یا به شکل short formش that in negative sentences. ما از این برای در واقع منفی کردن جملات استفاده میکنیم. در سمت چپ شکل پوزیتیو auxiliary verb ها از اینجا تا این قسمت، یعنی از am تا where که auxiliary verb be هست رو میبینید و شکل نگاتیوش رو هم در سمت مقابلش. فقط در نظر داشته باشید که شکل be برای is و are دو نوع short form داره و برای am، was و where فقط یک شکل. هوا هست که ساده است، ولی will not رو دقت کنید که willn't نمیشه و won't میشه. برای شکل ساده ی auxiliary verb can اگه بخواید به حالت رسمی بنویسید و از short form استفاده نکنید باید دوتا n رو به هم بچسبونید، یعنی میشه cannot و نباید از هم فاصله بگذارید موقع writing. در ادامه این قسمت رو هم در قسمت modal verb ها با هم دیدیم. I'm not tired. من خسته نیستم. این جمله present simple. It isn't or it's not raining. در حال باریدن نیست. این جمله یک present continuous. They aren't or they're not here. اونا اینجا نیستن. این هم یه present simple. Julian wasn't hungry. جولیان گرسنه نبود. یک past simple. The shops weren't open. فروشگاه ها باز نبودند. Past simple. I haven't finished my work. من کارم را تمام نکرده ام. یک present perfect. Sue hasn't got a car. این شکل have got اگه یادتون باشه که درس مفصلی هم داشتیم در میگه که سو یه ماشین نداره. We won't be here tomorrow. ما فردا اینجا نخواهیم بود. یک simple future. George can't drive. George نمیتونه برونه. بازم یک present simple از modal verb can استفاده کرده. I couldn't sleep last night. این جمله یک past simple زمانش، ولی باز هم از شکل گذشته modal verb can یعنی could عنوان امکان داشتن، توانایی داشتن، نتونستن بخوابن. یعنی گفته که من دیشب نتونستم بخوابم. I mustn't forget to phone Jane. من نباید فراموش کنم که به جین زنگ بزنم. این یک modal verb و زمان این جمله هم یک present simple. You shouldn't work so hard. شما بهتره که خیلی سخت کار نکنید یا نباید سخت کار کنید. I wouldn't like to be an actor. من دوست ندارم، نمیخوام یک هنرپیشه بشم. B. Don't, doesn't, didn't. اگه ما در جمله auxiliary verb و یا modal verb داشته باشیم منفی کردن باش ساده است. به هر کدوم از اونها یک not یا net طبق قاعده‌ای که گفتم اضافه میکنیم و جمله منفی میشه. ولی اگر هیچ کدوم اونها در جمله نبود باید از auxiliary verb do یا شکل گذشتهش did استفاده کنیم. مثلا در present simple negative برای سابجکت های I, we, you و they از don't استفاده میکنیم و برای he, she و it
as doesn't یا does not. و برای past simple negative برای همه subject ها as did not یا didn't استفاده میکنیم. مثلا I didn't work یا I didn't leave, I didn't go. We don't work یا he doesn't leave. اینجا هم شکل پوزیتیو و نگاتیو این جملات رو نوشته و برای شکل منفی امپراتیو برای جملات دستوری اگه یادتون باشه ما گفتیم میتونیم با یک ورب خالی یک جمله امپراتیو یا دستوری داشته باشیم مثل look. حالا میخواییم اون رو منفی کنیم میگیم don't look. چون اینجا باز دوباره auxiliary verb نداره و خود look هم که نمیتونه not بگیره بنابراین باید از auxiliary verb to استفاده کنیم. نگاه نکن یا wait for me یا don't wait for me منتظر من نشو. Sometimes do is the main verb. Do not do, doesn't do, didn't do. خب در درس های گذشته خدمتون گفتم که دو میتونه دو معنی داشته باشه یا دو نقش داشته باشه مثل خیلی از کلماتی که چند تا معنی یا چند تا نقش میتونن به خودشون بگیرن. دو اگر در شکل مین ورب باشه مثلا دو سامتینگ انجام دادن چیزی میگه که don't do anything هیچ کاری انجام نده. چه کاری؟ مثل homework. homework یک نونه بر انجام دادن شما باید از do استفاده کنید. so does a lot at weekends در پایان هفته تعطیلات پایان هفته سو یه عالمه کار انجام داده does کرده انجام داده. اینجا این does در نقش auxiliary verb نیست. حالا منفی کردنش دیگه خود این دو چون در نقش مین وربه نمیتونه نت بگیره باید از auxiliary verb بشه یعنی از یه دوی دیگه در نقش auxiliary verb استفاده کنیم میشه سو doesn't do much at weekends یعنی سو در تعطیلات آخر هفته زیاد کار نمی کند. اینجا میگه کار میکند اینجا میگه کار نمیکند. I did what you said من انجام دادم چیزی که تو گفتی یعنی هر چیزی که من گفته بودی انجام دادم. شکل منفیش همون قاعده برگشتن ورب به شکل اینفینیتیوش میشه و یک auxiliary verb did اضافه میشه یعنی auxiliary verb ما شکل گذشته به خودش میگیره. I didn't do what you said. اگه در مورد این مطالب اشکالی دارید پیشنهاد میکنم حتما به درسای 10 تا 14 برگردید. خب تمرین های این درس که خیلی ساده است. Exercises 43.1 Make these sentences negative. این جملات رو نگاتیو کنید. منفی کنید. 43.2 Make these sentences negative. Use don't, doesn't, didn't. پس در حالت پوزیتیو این جملات شما auxiliary verb یا modal verb نمیبینید. مراقب باشید این دیدی که اینجاست یک auxiliary verb نیست. در نقش main verb. 43.3 Make these sentences negative. حالا این جملات رو منفی کنید و باید خودتون تشخیص بدید که از دو داز استفاده بکنید یا نکنید و از مودال ورم ها یا اگزیر ورم ها چطور داره توی جمله میتونید استفاده کنید یا نه. این در واقع ترکیبی از تمرین اول و دوم. 43.4 Complete these sentences with a negative verb Isn't, haven't don't, etc. این جملات رو که هر کم نگاه میکنید دو قسمت یعنی دو تا جمله است. مثلا They aren't rich. اونا ثروتمند نیستند. They haven't got much money.
اونا خیلی پول ندارن. خب این قسمت دوم رو باید با توجه به قسمت اول منفی کنید، یعنی زمان جمله، سابجکت جمله و در نتیجه اگزولر ورب یا مودال ورب جمله رو باید با هم دیگه هماهنگ کنید. این تمرین خوبیه، حتما پیشنهاد می‌کنم که اونو حل کنید. 43.5 You ask Gary some questions. شما از این آقای گری یه تعداد سوال پرسید. He answered yes or no. اون با yes or no پاسخ میده. Write sentences about Gary, positive or negative. اگه نه و بله گفته، با توجه بر no yes گفتنش باید شما جملات مثبت یا منفی و با توجه به سوالش، سوالی که شما کردید بنویسید. این تمرین هم یه تمرین خیلی عالیه، حتما پیشنهاد میکنم که اونو حل کنید. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله رو بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.